سلام گرم و صمیمانه من به شما بینندگان گرامی، امیدوارم خوب و سلامت باشید. سیما بهاری هستم، با همکارم هرمز رها در خدمتتون هستیم از برنامه گفتگو. طبق آمار و اسناد منتشره و همچنین گزارش بانک مرکزی، اقتصاد ایران به شدت در حال سقوط است. البته احتیاج نیست آدم کارشناس باشه تا ببینه وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی چقدر وخیم هست. هر کس که یه روزم توی ایران زندگی بکنه میتونه بفهمه که اوضاع به شدت خرابه. سازمان جهانی صندوق بین‌المللی پول هم اعلام کرده که چشم‌انداز وضعیت اقتصادی ایران به شدت مبهمه و در معرض مخاطره. سران جمهوری اسلامی هم اینور و اونور که میشینن از این صحبت میکنن که بیشتر از 90% مردم وضعیت معیشتی بدی دارن. اوضاع در ایران به کدوم طرف میره؟ مردم تا کی تاب و توان تحمل این وضعیت رو دارن؟ آیا روزنه امیدی وجود داره؟ با یک سری سوالاتی در همین رابطه سراغ مهمون برنامه‌مون میریم، کاظم نیکخواه. سلام میکنم به شما کاظم نیکخواه، به برنامه گفتگو خوش اومدید. با سلام به شما سیما عزیز و با سلام به همه همکارانتون و همه بینندگان عزیز. اگر یک نگاه گذرا به آمار و ارقامی که اینور اونور منتشر میشه در مورد وضعیت اقتصادی ایران بکنیم، اینجوری به نظر میاد که یک کشتی به گل نشسته است. اولا این تحلیل رو شما قبول دارید؟ اگه قبول دارید چرا؟ بله، به اوضاع جمهوری اسلامی همطور که اشاره کردین بسیار وضعیتش واضح‌تر و آشکارتر از این هست که بشه انکار کرد، کسی انکار کنه که وضعیت درب و داغونی داره. حتی خود دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی یک مورد ندیدم که بگن نه وضع اقتصادمون خوبه. همیشه میگن ممکنه در سالهای آینده بهبودی حاصل بشه. این که چرا داستانی داره، داستانش هم از در واقع از موقعی که جمهوری اسلامی، از قبل از اینکه جمهوری اسلامی اومد سر کار شروع میشه و همطور تا حالا عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه. وقتی که اگر یادتون باشه، نمیدونم شاید شما جوان هستین یادتون نباشه، تو در واقع از اوایل دهه 50 در ایران حکومت شاه سر کار بود، قیمت نفت بالا رفت و چندین برابر شد در واقع و دلارهای نفتی به سوی ایران سرازیر شد و از اون موقع رژیم شاه هم شروع کرد که با حیف و میل و اینها رو پمپاژ کردن به بخش‌های مختلف نظام سلطنتی مثل ساواک، دربار، ارتش، پلیس و خلاصه دم و دستگاه‌های درباری. یعنی یه بخش معینی از الیت جامعه به شدت پولدار شد و ثروتمند شدن و این باعث شد که به اصطلاح اقتصاد به شدت یه طرف بچرخه، تورم بسیار شدیدی به وجود اومد، قیمت‌ها چندین برابر شد و در نتیجه بخش زیادی از مردم، کارگرا، مردم زحمتکش خانه خراب شدن در اثر به اصطلاح انفجار قیمت‌ها تو دهه 50 و اواسط دهه 50. خیلی از مردم حاشیه نشین شدن، حلبی آباد نشین شدن، نمیتونم بیکاری و اینها یک مرتبه اقتصادی که قبلش وضع بهتر خوبی داشت نسبتاً یهو به این وضعیت افتاد و همین باعث شد که اولین شورش ها و انقلاب بالاخره از مناطق حاشیه شهرها، حاشیه شهرهای تهران، حاشیه نشینها، حلبی آبادها، خاک سفید، نمیدونم مناطق اطراف کرج و اینها شورش های مردم شروع شد، شورش های حاشیه نشینها شروع شد و بالاخره رژیم شاه سرنگون شد و دار و دسته خمینی با همون اوصافی که بارها تو این تلویزیون توضیح داده شده اومدن سر کار. اینا که اومدن سر کار بنابراین یه تورم اقتصادی رو تحویل گرفتن که دچار بحران تورم بود. بعد از این مدت کوتاه جنگ شروع شد، جنگ با عراق، 8 سال جنگ و بعد سیاست‌های تروریستی جمهوری اسلامی تو سطح دنیا و که کلن باعث شد که تورم همراه بشه. یعنی قیمت پول ایران تقریبا بلافاصله 100-200 برابر هر سال درصد کاهش پیدا کرد، قیمت ارزشش و
قیمت ها خب به شدت بالا رفت، در این حال اقتصاد دچار رکود و بحران شد. یعنی تورم و رکود همزمان این اقتصاد رو در بر گرفت. دوره که بعد از جنگ رفسنجانی اومد سر کار با سیاست به اصطلاح بازسازی و اینها سعی کرد که مراوده‌ای تو سطح دنیا ایجاد کنه، سرمایه گذاری ها رو آزاد کنه، فضا اینطوری وجود بیاره، ولی خب سیاست های جمهوری اسلامی اجازه نداد و به هر حال با موانع اساسی برخورد کرد. نمیتونست حکومت اسلامی نمیتونست پاسخ بده و در نتیجه رفسنجانی هم که یک پایش بود دولتش نمیتونست پاسخ اوضاع رو بده. و همون دوره باز ما شاهد این بودیم که ترورهایی تو سطح بین‌المللی صورت گرفت، انفجار نمیدونم لبنان، انفجار آرژانتین، ترور قاسملو در میکونوس، ترور غلام کشاورز در قبرس، ترورهای دیگری و کلن دفاع از تروریسم اسلامی تو مناطق مختلف خاورمیانه و شمال آفریقا و غیره. همه اینها تأثیر گذاشت که این کس یعنی سرمایه ها حتی اونقدی هم که وجود داشت از ایران فرار بکنن. مغزهای متفکر، کارگرای ماهر، مردمی که کاری از دستشون برمی اومد و بالاخره یعنی بخش قابل توجهی از این بخش ها زدن بیرون و کسی حاضر نبودن برگرده یا کسی از کشورهای دیگر حاضر نبود بیاد تو ایران سرمایه گذاری کنه. در نتیجه از اون موقع بلافاصله با یعنی همون سالهای اول روی کار اومدن جمهوری اسلامی ما با یک اقتصاد به گل نشسته و با بحران و یعنی با تورم و رکود مواجه بودیم که بدترین نوع بحرانه. معمولا موقعی که یک اقتصادی تورم داره قیمت ها بالا میره، تقاضا برای به اصطلاح کالاها زیاد هست و در نتیجه بعد از یه مدتی با تولید افزایش تولید و ایجاد اشتغال و اینها مسئله تورم کنار میده، حالا در ساده ترین حالتش. و موقعی که رکود هست به اصطلاح کالاهای زیادی تو بازار هست و براش خریداری وجود نداره، میشه قدرت خرید، یعنی سرمایه ها حرکت میکنن تو حوزه های جدید و غیره و غیره و بعد بازم ایجاد این بحران پشت سر میتونه گذاشته بشه. ولی رکود و تورم همزمان معمولا به ندرت پیش میاد و موقعی که پیش میاد راه حل ساده ای نداره، اونم با حکومتی مثل حکومت اسلامی که به شدت از نظر سیاسی یعنی خود سیاست‌هاش مانع هست، مانع اساسی است. به هر حال میخوام بگم دوره رفسنجانی هم به همین شکل عمیق‌تر و عمیق‌تر و عمیق‌تر شد. بعدش دوره خاتمیش سعی کرد دیالوگ تمدن‌ها رو به وجود بیاره و اینها که هدف تمام بحث اصلاحات و فلان اینا یا آزادی میدهیم و نشریات آزاد میشه این بود که سرمایه‌دارا رو تشویق کنن بیان تو ایران سرمایه گذاری کنن که کسی حاضر نشد و شکست خورد. دوره احمدی نژاد باز سعی کردن جراحی اقتصادی کنن و نمیدونم از کجا آورده اید و اینها که اون مفتزختر از همیشه شکست خورد و الان هم رسیدیم به دوره روحانی که به نظر من محکوم به شکست هست و تا همینجا میشه شاهد بود که این روند پایانی نداره. یعنی نه فقط پایانی نداره، ما هر روز مشاهد بدتر شدن اوضاع، فلج اقتصادی، فروپاشی اقتصادی الان در برابرش قرار گرفته جمهوری اسلامی. بله، وقتی که شما خب دوره های مختلفی اشاره کردین، وقتی احمدی نژاد مثلا روی کار اومده بود، من یادمه که وقتی راجب اوضاع وخیم و اوضاع افتضای اقتصادی صحبت میکرد میگفت یه جورای گناه رو یا مشکل رو گردن خاتمی و اوان و امثالش مینداخت. الان هم روحانی وقتی که میخواد راجب اقتصاد صحبت بکنه، راجب 8 سال بیکفایتی و بیلیاقتی دولت احمدی نژاد حرف میزنه، راجب این میگه که من وقتی سر کار اومدم با چقدر بدهکاری روبرو بودم و غیره. یه جورایی انگار که همشون این فلج اقتصادی رو گردن همدیگه میندازن. فکر میکنین علت این که هی سعی میکنن بگن به قول معروف میگن کی بود کی بود میگن، اون یکی میگه من نبودم چیه فکر میکنین؟ یعنی در واقع پاسخش همون جاست که اشاره کردم که این واقعیه. یعنی همشون هم راست میگن که میگن تقصیر مثلا رفسنجانی، تقصیر احمدی نژاد، تقصیر به یک مفهوم. یعنی هر دوره‌ای که یه حکومت یه دولتی اومده سر کار، اوضاع اقتصادی بدتر از دوره قبلش شده و این مشکل احمدی نژاد و خاتمی و رفسنجانی و اینها نیست، مشکل خود جمهوری اسلامی که اینا بالاخره یک پایش هستن و سیاست گذاراش اصلیش هستن. ولی اگر به طور واقعی هم اینها میخواستن
و فرض کنیم که فرض ما نیتشون این بود اوضاع جامعه بهشت برای این بشه و خوب بشه و اینها غیر ممکنه با این حکومت، با سیاست هایی که داره که اشاره کوتاهی من کردم و سیاست هایی که کلن داره، راه حلی برای اقتصاد جمهوری اسلامی وجود نداره. همین الان روحانی که اومده سر کار میگن تقصیر احمدی نژاد بود، و یکی از چیزهایی که مقصر احمدی نژاد میدونن یارانه ها و طرح جراحی اقتصادی ایناست که حالا میشه بیشتر در موردش صحبت کرد. ولی یه دوره بود که اینا مسابقه میذاشتن، میگفت رفسنجانی میگفت این طرح اول مال من بوده، خاتمی یا و دو خردادی ها میگفتن مال ما بوده اول، و احمد و ایده هم میگفتن درایت خامنه ای بوده که باعث شده این طرح رو احمدی نژاد بده. ولی الان یه طرح بی پدر و مادری شده، یعنی به خاطر اینکه شکست خورده. و ما اینو جالبه که از همون اول گفتیم این طرح محکوم به شکست هستش. به هر حال منظورم اینه که این نکته ای که میگین واقعیه، هر کدومشون که میگن اون یکی مقصره واقعا اون یکی مقصره، ولی خودشون هم همین روحانی الان کمتر از یک سال اومده سر کار، ولی الان همه دارن میگن که شکست خوردی دیگه، چون قرار بود 100 روزه میاد مسائل حل میکنه. یه چیزی که جالب هست اینه که نمیدونم مغزشون معیوبه یا نه، فکر میکنن واقعا میتونن مسئله رو حل کنن. احمدی نژاد واقعا فکر میکرد که میتونه اقتصاد رو جراحی کنه و ثبات به وجود بیاره، و بعد از این مدتی معلوم فهمید که نه خیر اینطوری هم نیست، و همه بعدن به عنوان آدمی که احمق و یک کمی بالاخره اشکالات مغزی داره و اینا باش برخورد کرد. الان روحانی 100 روزه میخواست مسئله اقتصاد رو که 35 سال و شاید 40 سال بود تو بحران هست رو حل بکن. الان یک سال گذشته، مطمئن باشین 10 سال دیگه هم بگذره که امیدوارم جمهوری اسلامی سرکار نباشه، ولی اوضاع بدتر از این خواهد شد. بله، شما به مسئله یارانه ها اشاره کردید، اتفاقا منم میخواستم در همین مورد سوال کنم. یه جورایی صحبت کوتاهی کردین که محکوم به شکست بود، الانم به نظر میاد که هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ سیاسی جمهوری اسلامی توش گیر کرده و راه حلی براش نداره، راه برون رفتی براش نداره. توضیح شما برای اینکه این طرح محکوم به شکست بود چی هست؟ ببینید، طرح یارانه ها یه طرح ریاضت اقتصادی یا کپی ناقص و ناشیانه از طرح ریاضت اقتصادی بود که معمولا بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و اینا توصیه میکنن به کشورهایی که میخوان بهشون وام بدن اینا، و جمهوری اسلامی هم سعی کرد که تو دوره‌های مختلف سعی کرد که ریاضت اقتصادی رو به این مفهومش، یعنی حالا توضیح میدم، پیاده بکنه. ولی اگر کسی به تاریخ و تجربیات تاریخی کشورهای مختلف مراجعه کنه متوجه میشه که همیشه ریاضت اقتصادی به شرط موفق بوده که یه دیکتاتوری محکم قدر قدرت پشت سرش باشه و بتونه مردم رو آنچنان سرکوب و ساکت بکنه. تو ایران وقتی که خواستن این طرح پیاده کنن، اولش گفتن جراحی اقتصادی، یعنی میزنیم میبندیم شوک مصرفی ایجاد میکنه. مثلا این اصطلاحات اولیه بود که در مورد طرح ریاضت اقتصادی مطرح کرد. ولی دولت احمدی نژاد دولتی بود که وقتی اومد سر کار، هنوز یک ماه نگذشته، تو مناطق مختلف و به ویژه تو کردستان یادمه تظاهرات های وسیعی شد و سراسری به طور مورد حمایت مردم قرار گرفت. اعتصابات وسیع کارگری همیشه همه جا جاری بود. نزاع‌های داخلی حکومت به شدت بالا گرفته بود و تازه یعنی این وضعیت بود، و بعد جرأت نکردن طرح احمد نژاد تو دوره اولش پیاده کنه. یادتون باشه تو دوره دومی که اومد سر کار و که بعد از سال 88، بعد از یک انقلاب 88، میلیونی مردم اومدن بیرون مرگ بر خامنه ای تو ناف تهران جلو کاخ خامنه ای سر دادن و مرگ بر جمهوری اسلامی و اینها. 6 ماه 7 ماه این وضعیت بود، تازه اومدن میخواد ریاضت اقتصادی پیاده کنه. معلومه که این حماقت بود، یعنی میبایست این طرح مینداختن دور، میبایست میدونستن که این شکست خورده است. طرحی که دولت مقتدری پشتش نباشه که مردم رو سرکوب کنه، محکوم به شکسته. بعدم جمهوری اسلامی کلن حکومت ریاضت اقتصادی بوده از اول، یعنی مردم چندین بار زیر خط فقر یه عمر زندگی کردن. حالا تو اون جامعه
یه آدمی اومده یا یک دولت یه حکومت یه عده نشستن و واقعا آدم فکر میکنه به چه وضعیت شده مغزشون دوچار شده، یا که اومدن میگن شوک مصرفی میخوایم به مردم ایران وارد کنیم، انگار مردم ایران تو سوئد یا یه کشور مرفهی دارن زندگی میکنن که زیاده روی میکنن تو مصرف، میخوان شوک مصرفی وارد کنن که مصرف رو بیارن پایین. مصرف کی؟ مردمی که نون شب ندارن، کلیهشون رو مجبورن بفروشن، بیکارانی که میلیونی وجود دارن، یک قرون بیمه بیکاری ندارن، بازنشسته ها، کارگر شاغلی که دستمزدش چند بار زیر خط فقره رو میخواستن بهش شوک مصرفی وارد کنن و ریاضت اقتصادی وارد کنن. معلومه که نمیشه، جا نداره دیگه، مردم جایی ندارن. من مردم جایی برای تحملشون باقی نمونده بود، جمهوری اسلامی هم جای به اصطلاح امکان دیگه یورش بیشتر، سرکوب بیشتر به مردم رو نداشت و در نتیجه محکوم به شکست بود و همونطور که شاهدیم همون شروعش شکستش رو اعلام کرد. اینا قرار بود از اول به اصطلاح به 30-40 میلیون نفر، اونم به حدود 8000 تومان و 16000 تومان در ماه یارانه نقدی بپردازن و بعد هم اینا قطع کنن و سالانه 190 هزار میلیارد تومان پول بزنن به صندوق دولتیشون. خب عملا چی شد؟ عملا مجبور شدن 45 هزار تومان به هر نفری، به حتی کودک نوزاد بدن به 75 میلیون نفر و بعد از صندوق مرکزشون وردارن پول بزنن به حساب یارانه نقدی. یعنی درست عکس اون ماجرا اتفاق افتاد و 75 میلیون حقوق بگیر پیدا کردن. الان مشکل موزل اساسیون اینه، 75 میلیون مردمی هستن که به دلیل قطع یارانه ها قیمت ها چندین برابر شده، قدرت خریدشون کم شده، فشار فلاکت روشون بیشتر شده، بعد تنها چیزی که دستگیرشون میشه همین یارانه های نقدی و دنچه مردم میخوان که یارانه نه فقط قطع نشه، چندین برابر بشه. 45 هزار تومان قدرت خرید که سال 92 داشت، امروز قدرت خریدش 15 هزار تومان یا 5 هزار تومان حتی در مقایسه با سال 92 هست و در نتیجه مردم میخوان که بیشتر بشه. حالا این حکومت اومده میخواد میگه لطفاً بیاین انصراف بدین، مردم هم میگن خفه شو دیگه. یعنی میخوام میگم این طرحیه که شکست خورده، همین الان هم موندن توش و این به اون فوش میده که کاش که نیورده بود، اون یکی به اون یکی فوش میده. همونطور که قبلا اشاره کردم الان شده یه طرح بی پدر و مادر که هیچ که نیست بگه این طرح من آوردم، یه احمدی نژادی بوده و یه طرح آورده و فرار کرده رفته دیگه. رفسنجانی نمیگه مال من بود، خاتمی نمیگه مال من بود، دوم خدادیا نمیگن مال من بود. یعنی این طرح اینطوری مونده. مردم هم مترسدن که اگر یک ذره از گوشه از این یارانه نقدی زده بشه شورش کنن، نه فقط این بلکه مردم دارن میگن آقا جون یارانه رو پس بگیرین برید تو سرتون بخوره، ولی قیمتا رو برگردونین به قبل از اون، چون قیمت 200% و اینها بالا رفت تو این فاصله و شده 45 هزار تومان، حتی یک دهم اون چیزی که قیمتا رفته بالا رو جبران نمیکنه. بنابراین این وضعیتیه که حالا تا اونجا که به جمهوری اسلامی و اقتصادش برمیگرده موزل جدیتری و بار سنگینی شده رو دوش اقتصاد جمهوری اسلامی که از پسش نمیتونه برمیاد. بله، شما به مؤلفه های مختلفی اشاره کردید، اگر بخواد همینجور با انگشت به قول معروف بشمارید بگید که مهمترین مؤلفه هایی که وضعیت بحرانی رو توی اقتصاد ایران دامن زده یا شکل داده اشاره بکنید، به چه مؤلفه های مهمی از نظر شما باید اشاره کرد؟ من راستش اساسی ترین مؤلفه رو، عاملی که میشه بهش اشاره کرد رو خود سیاست های جمهوری اسلامی میدونم، خود جمهوری اسلامی. در نتیجه موقعی که بریم تو به اصطلاح نقش جمهوری اسلامی وقت میتونیم بفهمیم، یکی سیاستش، یعنی کلا خود سیاست های جمهوری اسلامی، تروریسمش، اسلامگراییش، نمیدونم کلا فضای رانتخاری ها، یک تازی یک باند بالای حکومت دوربری های ولی فقیه که هیچ امکانی برای مانور رو مثلا، یعنی امنیتی برای کسی به وجود نمیاره که کسی بخواد تو ایران کاری بکنه، تلاش اقتصادی رو به راه بندازه. اینها اینو عامل اصلی میدونم و بعد خب ادامه همون میشه مسئله جنگ و انزوای بین المللیش که باعث میشه تحریم ها و فشارها و اینهایی که هست و اینام رو گرده مردم هست اساسا این فشارها.
این خب میخوام بگم اگر شاید لازم نباشه آدم به عوامل متعددی اشاره بکنه. خب طبعا مثلا موقعی که تو همین زاویه نگاه کنین متوجه میشه مثلا یه حکومتی هست بالاش یه مش چپاولگر وجود دارن، دوز نیستن اینا، چپاولگرن. خود همین یکی از کمیسیونایی که ایجاد کردن همین قبل از دوره روحانی یا همین دوره روحانی اسمش بود کمیسیون غارت ملی، یعنی کمیسیون درست کردن برای غارت ملی رو چیز کنن. میترسن اسمش بزنن دزدی، مردم میریزن سرشون. آقا 87 میلیارد یورو که میشه 120 میلیارد دلار که میشه باش کل ایران رو آباد کرد، بیکارا رو همه رو بیک می بیکاری داد، شاغلین رو واسشون دستمزدشون چندین برابر کرد. اینو کی اسمش میذاره دزدی در مقایسه با اون دزدیایی که چند میلیونی و اینهاست که بعضن رو میشه. و در نتیجه میخوام بگم این دزدی ها و رانتخاری ها اینها جایی برای حرکت سالم، بالاخره اگر اسمش سالم بشه گذاشت، حرکت معمول یا عرف عادی اقتصادی باقی نمیذاره. یه مش چپاول، یعنی تو ایران الان یکی از چیزهایی که جمهوری اسلامی توش رکورد داره تولید سرمایه‌دارای مولتی میلیاردر به دلار. بله. یعنی تو سطح دنیا الان آخوندای جمهوری اسلامی خیلیشون سرمایه‌دارای بزرگ دنیا هستن تو از نظر ثروتی که در اختیارشونه، بانک پولایی که تو بانکای نمیدونم این کشور و اون کشور دیگه دارن و اینها. و در نتیجه اینم یکی از رکورداش، اینم یکی از فاکتورهای، یعنی دزدیای بالا، رانتخاریای بالا، سیاستای که اجازه نمیده حرکت اقتصادی صورت بگیره، فشار سرکوب و ترور و محدودیتایی که از همه اینها فاکتورها و عواملی هست که جلوی بهبودی تو اقتصاد رو کاملا گرفته. بله. خب فکر کنم 3 دقیقه بیشتر به پایان برنامه‌مون نداریم. اجازه بدین این سوال رو مطرح بکنم. وقتی که راجع به حل بحران اقتصادی جمهوری اسلامی صحبت میشه، گفته میشه راه حل سیاسی داره. نظر شما در این مورد چیه؟ بله، از خود صحبتایی که من کردم فکر کنم به همین نتیجه میرسیم که اگر راه حل سیاسی داره، یعنی در واقع اینطوری بگم اقتصاد جمهوری اسلامی راه حل اقتصادی نداره. یعنی هیچ راه حلی که شما بتونید پیدا کنین که بگیم الان اگر مثلا چه میدونم سرمایه گذاری بشه، پولی از آسمون بیاد، امام زمانی بیاد یا بانک جهانی بیاد، کاری نمیتونه بکنه جز اینکه، یعنی تنها کاری که میشه کرد یا باید کرد که این اقتصاد تکون بخوره اینه که خود جمهوری اسلامی رو باید کنار بذاره. در نتیجه من میخوام بگم که با وجود جمهوری اسلامی این اقتصاد امیدی به بهبود براش نیست. میدونین چرا؟ اینجوری نیست که سران جمهوری اسلامی، میدونم فرصتم کمه، دلشون نخواد، خیلی دارن جون میکنن، خودشون رو میکشن که این اقتصاد رو نجات بدن، تا بلکه خودشون رو نجات بدن. ولی مسئله اینه که از سیاستهایی که داره این حکومت نمیتونه خودشو جدا کنه، سعی میکنه از اسلامش دلشون میخواد بندازنش تو جهنم ولی اقتصادشون نجات بدن، ولی نمیتونن. دعواشون میشه مردم میریزن سرشون، انقلاب، مردمی که عصبانی هستن از تک تکشون رو به دار بزنن، خب مردم میریزن سر اینا، نشون دادن جامعه نشون داده که عصبانی از این وضعیت، و حق داره جامعه، مردم 90% مردم، 70% 80% مردم زیر خط فقر دارن زندگی میکنن. در نتیجه هیچ راهی برای جمهوری اسلامی وجود نداره جز اینکه، و تا موقعی که این حکومت سر کار است اوضاع بدتر و بدتر خواهد شد. راستش من نمیدونم دیگه بدتر از این معناش چه خواهد بود، یعنی چون همین الان بخش زیادی از مردم به نقطه‌ای رسیدن که بهش میگن، خود جمهوری اسلامی بهش میگه نقطه بقا، و در نتیجه بدتر از این نمیدونم دیگه. موقعی که کلیه فروشی، تن فروشی، اعتیاد این همه گسترش پیدا کرده، از این بدتر چی میتونه باشه؟ در نتیجه تنها راهی که میمونه که اینه که مردم این حکومت رو به زیر بکشن، و فکر میکنم فضای خشم و نفرت و انزجاری که از جمهوری اسلامی هست و فضای مبارزه و اعتراضی که تو سطح جامعه وجود داره این امکان رو کاملا، یعنی این فضا رو، این آینده رو امکان پذیر میکنه. بله، خیلی متشکرم از شما کاظم نیکخواه. ممنونم ازتون. بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو میشنیدید با کاظم نیکخواه در رابطه با وضعیت اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی. امیدوارم که این بحث مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. با ما تماس بگیرید، نظراتتون رو با ما در میون بذارید.
من سیما بهاری با همکارم هرمز رها برای شما ساعات و لحظه‌های خوبی آرزو می‌کنم.